بازداشت یک دانش آموز 15 ساله دبیرستانی اهل کوزوو و اخراجش از فرانسه به دلیل اقامت غیرقانونی به دردسر تازه دولت سوسیالیست فرانس اولان تبدیل شده است. لوناردا به همراه خانواده حدود 5 سال پیش به طور غیرقانونی وارد خاک فرانسه شد اما با رد شدن تقاضای پناهندگی آنان وی در حالی که سوار اتوبوس مدرسه بود بازداشت و سرانجام به همراه خانواده از فرانسه اخراج شد. درباره لحظه بازداشتش میگوید احساس خیلی بدی داشتم و در برابر دوستانم خجالت زده شدم. هم کلاسی میپرسیدند چه کسی را کشته ای که پلیس در تعقیب تو بوده من نمیدانستم کجا هستم و چه میگذرد فقط گریه میکردم متوقف ساختن اتوبوس حامل دانش آموزان توسط پلیس و بازداشت این نوجوان انتقاد زیادی را متوجه دولت فرانسه ساخته است مانوئل والس وزیر کشور فرانسه با تاکید بر اجرای قانون میگوید وقتی که درخواست پناهندگی رد می شود دیگر دلیلی برای حضور متقاضی در خاک کشور ما وجود ندارد آنگاه قانون اعمال می شود و قانون یعنی که شخص به مرز بازگردانده شود مال این قانون در خصوص کولی های اروپا در فرانسه همواره با انتقاد شهروندان سیاستمداران و نمایندگان چپگرا همراه بود است ژان مارک نخست وزیر فرانسه در پاسخ به اعتراض نمایندگان معترض پارلمان گفت اگر اشتباهی صورت گرفته باشد دستور اخراج لغو بازگشت این خانواده ممکن و وضعیت آنان دوباره بررسی خواهد شد لئوناردا که مکنون به همراه خانوادهش در کوزوو به سر میبرد همچنان در رویای بازگشت به فرانسه است او در زادگاهش به دلیل بیخانمانی حق ثبت نام در مدرسه را ندارد